در شروع مجلس امروزی ما میمانان گرامی خود خوش آمدید گفته از برادر گرامی ما ژورنالیست موفق مختار جان عمر خواهشمندیم با قرائت قرآن عظیمشان مجلس امروزی ما را آغازگر شوند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کس دیاشو دل دقیقو دل فریشان دایما غم بلن قیقو چکب غم لرگه اشیان دایما کزم باشم گه غم یخسه هم ازگلردن اصرار تتب یورگم غمدن تتاشته بقر بریان دایما. در این قسمت مجلس از آقای شاداب بگزاد خواهش میکنیم در قسمت قانون فرهنگی و مقدمه برنامه به نام خدا و بسیار تشکر از حضورتان در مجلس امروز. یک چیز را برای ما امانت سپردن همکارای ما که من میخوایم به خانش بگیرم. قانون رسانه ها و ژورنالیستان افغانستان یک نهاد حرفه‌ای رسانه‌ای غیر سیاسی و غیر دولتی مستقر در کانادا بوده و با تلاش عده‌ای از خبرنگاران افغانستان مقیم کانادا ایجاد شده است. این نهاد هرچند تازه تأسیس است اما افراد را در خود دارد که با سالها تجربه کار در رسانه ها گرد هم آمده و همرسانی تجربه و باورهای مسلکی را در اولویت کاری خود قرار دادند. این نهاد متعهد خواهد بود که برای هم مسلکان بر اساس وظیفه و دیدگاه تعیین شده خدمت کرده و از هیچ تلاش دریغ نورزد. اهداف و دیدگاه. آزادی بیان یکی از ارزش‌های حقوق بشری است که از طریق رسانه‌های دست اول مانند رادیو، تلویزیون و مطبوعات و همچنان با توجه به رشد فناوری و تکنولوژی از طریق رسانه‌های اجتماعی مصداق کاربردی پیدا می‌کند. استفاده از مصداق‌های کاربردی آزادی بیان در صورتی که کارمندان رسانه‌ای دست اول و رسانه‌های اجتماعی بدون ترس و نگرانی از فشار قدرت به کارشان بپردازند باعث بیداری شهروندان و بلند رفتن شعور سیاسی آنها می‌شود.
با بلند رفتن شعور سیاسی شهروندان آنان می توانند که خودشان را جز از دولت و اقتدار فکر کنند. اینجاست که رسانه ها به چشم و گوش و زبان مردم مبدل می شوند. دیدگاه و هدف عمده کانون رسانه‌ای و ژورنالیستان افغانستان قرار ذیل می باشند. تبدیل رسانه ها به قدرت چهارم و به چشم گوش و زبان مردم. هاکزا در این دیدگاه کارمندان رسانه ها و خبرنگاران با آزادی حرفه‌ای خیش نائل آمده و بدون خوف و ترس به کار مسلکیشان می پردازند. بنابراین در دیدگاه ما جامعه خبرنگاران افغانستان یک جامعه مسلکی و بدور از دغدغه های تباری، زبانی، سیاسی و مذهبی بنداشته می شود. وظایف به خاطر رسیدن به دیدگاه ها اهداف بالا، کانون رسانه‌ای و ژورنالیستان افغانستان وظایف ذیل را در حیطه کاری برای خود تعریف می کند. دفاع از حقوق خبرنگاران افغانستان چه در داخل جغرافیای افغانستان و چه در بیرون از جغرافیا و در جهان. ظرفیت پروری خبرنگاران افغانستان و آراسته ساختن آنها با مهارت‌های تکنیکی مسلکی برابر با معیارهای جهانی و لازم خبرنگاری و کار رسانه‌ای. همکاری با نهادهای مشابه داخلی و خارجی و تلاش برای حمایت از خبرنگاران زن در داخل افغانستان. هماهنگی گروهی میان خبرنگاران افغانستان، چه آنهایی که در بیرون از افغانستان به سر میبرند و چه آنهایی که در داخل افغانستان مشغول کار مسلکی بوده و یا در حالت بی‌سرنوشتی و بیکاری به سر میبرند. برگزاری جلسه های رو در رو و مجازی در مناسبت های مختلف و مرتبط به کار خبرنگاری و بلند کردن صدای خبرنگاران افغانستان از هر طریق ممکن. زمینه سازی دیدگاه و بازدید خبرنگاران چه در درون افغانستان و چه در بیرون از جغرافیای افغانستان به خاطر همرسانی تجارب، دانایی های مسلکی و شاید اقدامات دیگر که بر اساس نیاز زمان برای این کانون در آینده تعریف می شوند. یک بار دیگر از حضور پررنگ شما در مجلس امروز تشکری میکنم. از ژورنالیست چیره‌دست و چهره مطرح رسانه‌های افغانستان آقای بیگزاد صمیمانه سپاسگزار هستم. دوستای عزیز، قراره که شما در جریان هستین طی دو سال آینده پس از سقوط نظام در افغانستان تعداد کثیری از ژورنالیستان، قلم بدستان، کسایی که علمدار فرهنگ در افغانستان بودند متاسفانه بنابر جبر زمان افغانستان را ترک گفتند و در گوشه و کنار دنیا متوطن شدند و زندگی تازه را اختیار کردند. اما کسایی که در افغانستان کار کرده بودند، اهل رسانه بودند، ژورنالیست بودند، قلم به دست بودند، انسان‌های فرهنگی بودند، متاسفانه در کشورهای بیرون به اکثر بی‌سرنوشتی تمام به سر می‌برند. دوستای عزیز ما در شهر تورنتو تعداد کثیری از جوانان و کارکشته‌های ازبخی که در تورنتو اینجا حضور داشتن گرد هم جمع شدیم. تصمیم بران شد که یک کانون را ایجاد بکنیم تا این کانون بتانه یک چتر باشه برای تمامی کسایی که در افغانستان چی در رسانه کار کردن و چی صاحب رسانه بودن و یا هم ژورنالیست و قلم به دست بودن. اهداف و برنامه ها را جناب بیگزاد صاحب خدمت شما قرائت کردن، اما چند نکته دیگه ای را که ما میخواهیم خدمت شما به عرض برسانمی است که در قدم نخست انسجام منظم و با برنامه صورت بگیره که تعدادی از خبرنگارا و ژورنالیستان و صاحب رسانه هایی که در کانادا و در دیگر کشورها حضور دارن چطور ما میتونیم که با یک انسجام منظم اینا را همه زیر یک سقف قرار بدیم؟ شما خبر دارین که
وقتی که پروسه انتقال از افغانستان شروع شد، تعداد زیاد به نام خبرنگار، به نام صاحب رسانه، به نام نویسنده و به نام شاعر و مدافعین حقوق بشر و امثال هم آمدن به کشورهای بیرون سرازیر شدن، در حالی که وقت بگراندشان را چک میکنی هیچ کدام از اینا یک روز هم تجربه رسانه‌ای ندارن. امروز تعداد کثیری از ژورنالیست‌های واقعی که واقعاً خدمت کردن به افغانستان، مثلا من قبلا همراه دوستا صحبت میکردم، یک دوست عزیز من که سالهای سال در افغانستان واقعاً خدمت کرده، آقای نایبی است، وکیل نایبی، متاسفانه در افغانستان گیر مانده و مثل از او صدها جوان دیگه که زندگیش هم در خطر است، خودشان هم در خطر هستند، خانوادهشان در خطر هستند، امروز در افغانستان گیر کردند. اما تعداد دیگه که به نام خبرنگار امروز آمدن در بیرون و از مزایای زندگی اینجا لذت میبرند. بخش عمده کار ما که بخش دوم البته از راهکار ای حب و یا ای کانون است، دادخواهی برای خبرنگار است. بخش بعدی که ما قرار است که همکاران ما در ای کانون ای پلان روی دست بگیرن است که تعداد کثیری از ژورنالیست ها و قلم بدستان قرار که قبلا گفتم به کانادا آمدن، اما نمی فهمن که کار رسانه‌ای چقدر تفاوت داره نسبت به افغانستان. مایی که قبلا آمدیم و دوستای عزیزی که مثل خالد صاحب سالهاست در اینجا زندگی میکنن و ما هم 10 سال و یا 15 سال که بیشتر نمیشه آمدیم به کانادا، میبینیم که فضای کاری ژورنالیستی و رسانه‌ای در افغانستان و در کانادا کاملا متفاوت است. خب چی راهکار را باید ما پیش بگیریم که برای ژورنالیستایی که واقعا میخواین وارد عرصه رسانه‌ای کانادا شوند و یا در اینجا کار رسانه‌ای بکنن، چی کارهایی صورت بگیره؟ ما در تلاش هستیم تا با هماهنگی با نهادهای مربوط استقرار کاری را برای خبرنگارایی که میخواهیم کار کنن اینجا روی دست بگیریم و اینا را کمک بکنیم. کانون رسانه های افغانستان از 3 بخش تشکیل شده که بخش اولش مؤسسین است. خوشبختانه ما حمایت و پشتیبانی ریسفیدا و عزیزای فرهنگی قلم بدست و کسایی که در یک عمر در افغانستان تجربه داشتن، یک عمر در کانادا تجربه دارن، اینا را ما با خود داریم. این یک خوشبختی بزرگ ماست که اینا در کنار ما هستن و اینا بر ما از مشوره های خوب خود همیشه ما را مستفید می سازن. بخش عمومی و یا بخش مهمی که این کانون رویش استوار است، بخش مؤسسین این کانون است که تعداد دوستای ما در بخش مؤسسین و از بنیانگذاران این کانون هستند. ما 2 شورا داریم، یک شورای اجراییه و یک شورای مشورتی. قسمی که قبلا گفتم، شورای مشورتی ما اهم از تعداد بزرگان است و جوانا هم است که اونا در بخش مشوره و همکاری ما را همیشه تنها نگذاشتن. و شورای اجرایی ما هم قراره که قبلا یادآوری شدم در قسمت برنامه و دادخواهی و انسجام و استقرار کاری همراه ما همکاری دارن. دوستای عزیزی که امروز تشریف آوردین، فراموش نکنم که از همه شما باید صمیمانه سپاسگزاری بکنم. با وجود اینکه روز کاری است و ساعت برنامه هم قسم بود که با ترافیک و رشاور سر میخورد، تشکر میکنم از حضور گرم و صمیمانه همه شما که تشریف آوردین امروز به محفل ما و این نماینگر از این است که شما متعهد هستین و انشاءالله که با ما همکار خواهد بودین. کانون رسانه‌ها و خبرنگاران افغانستان یک وبسایت داره به نام www.mjhub.org، شما میتونین ببینین اینجا.
شما میتونین به این وبسایت مراجعه بکنین و فرم که ما یک سروی است و یک فرم اونجا گذاشته شده، شما میتونین با نظریاتتان با پیشنهاداتتان ما را همکاری بکنین. ما از تمامی شما عزیزان صمیمانه تقاضا میکنیم که لطفاً این فرم خانه پوری بکنین تا در اتخاذ تصامیم بعدی ما را همکاری و کمک بکنه. و از Canadian All Care College که یک کالجی است که خوشبختانه که مدیریت و رهبریش توسط خود افغانای ما هستن، اینا هم بر ما وعده همکاری دادن که در صورت لزوم اگر ما خواسته باشیم ورکشاپ های، سیمینار های و یا بعض مجالس دیگه که در قسمت امپاورمنت و ارتقای ظرفیت جوانای تازه وارد ما را که اینجا آمدن که البته کسایی که اهل رسانه هستن اونا را کمک بکنیم، اینا هم امرای ما حاضر به همکاری هستن و امیدوار هستم که در آینده نزدیک ما بخیر سیمینارها و بعض برنامه های آموزشی را هم برا بندازیم. زیاد پر حرفی نمی کنم و خلاصه ایجاد ای کانون خدمت شما به عرض رساندم. در این قسمت از برنامه از محترم خالد صاحب خواهش می کنم که تشریف بیارم و سخنان خود خدمت شما عزیزا ارائه بکنم. سلام خدمت یکایی که شما تقدیم می کنم. خوش آمدین، صفا آوردین. البته ما برنامه‌دگی از کانون از تشریف آوری یکایک از شما سروران گرامی ما تشکر میکنم، اظهار سپاس میکنم، قدردانی میکنم. اگر نام بگیریم باید از این کل سالون نام بگیریم، اگر نام نگیریم یک تعداد، اگر نام بگیریم تعداد دیگر، اگر نام نگیریم ناراحت میشن. همگیش با تاج سر ما هستین، خوش آمدین، صفا آوردین و امیدوار هستم که محفل برای شما خسته کن نباشه. تمام صحبت های را مختار عزیز یاد آورد شدن. البته فقط من میخوایم بگویم که چند ماه بود که در این رابطه صحبت میشد و کارهای صورت گرفته جناب فرمولی سپ و دیگه دوستا که چه قسم بتانیم گام هایی را هم استوار محکم ولی و احساس یک صداقت و یک تعهد واقعی در مقابل مردم و مخصوصا خانواده مطبوعات برداریم. چون دیدیم در بیشتر از دو سال جفاهای زیاد به این خانواده پاک شد. اونطور که توضیح داد مختار جان، دیدیم که هر کس سوء استفاده کرد. ولی خب ما وعده نمیده که ما بسته میکنیم سوء استفاده را، ولی تلاش میکنیم که به اساس همون تعهد صداقت که امشب در جمع شما میداشته باشیم و همون اساس پیش بریم. و اگر خواست خدا بود که به یقینا هست، چون راه هم بار است و ما هم رهرو هستیم، میتونیم که در هایده مصدر خدمت شیم. فقط من برتباط گپایی که مختار جان گفتن، همه دوستا خبر دارن که من شفته و عاشق مهدی سوهیلی هستم. در همین تنهایی هایی که برای خانواده مطبوعات مثلا در چند سال اخیر افتاد، مثلا از نایبی عزیز یاد کردن و دیگه از دیگه خبرنگاران گرامی که با ما در ارتباط هستن در کشور دیگه هستن و تا در همین جا هستن، همیشه صدق میکنه. من خدمت شما میخونم: با کی باید دل بست، با کی شاید دل بست؟ با کی باید دل بست، با کی شاید دل بست؟ سینه ها جای محبت همه از کینه پر است. سینه ها جای محبت همه از کینه پر است. هیچ کس نیست، هیچ کس نیست که فریاد پر از مهر تو را گرم پاسخ گوید. نیست یک تن که در این راه غم‌آلوده عمر که از دو نیم سال بیشتر شده برای ما و زیادتر هم شاید شود، نیست یک تن که در این راه غم‌آلوده عمر قدمی راه محبت بوید. خط پیشانی هر جمع خط تنهایی است، خط پیشانی هر جمع خط تنهایی است. همه گلچین گل امروزند در نگاه من و تو حسرت بی فردایی است. و آخر از این بسیار جالب میشه میگه که آسمان با مه و ما بیگانه، زن و فرزند و در و بام و
هوا بیگانه خیش در راه نفاق تبایم ساخت خیش در راه نفاق دوست در کار فریب آشنا بیگانه و کی باید دل بست و کی شاید دل بست امیدوارستیم که بتانیم امی جایی را که توضیح داده شد که به کی باید دل بست کانونی را که امشب دوستا البته بیشتر جوانات این نقش دارن و از مالی سفیدا هم که تقاضا کردن که با اینا همگام باشیم هستیم اینا بتانن که یک تکیگاه یک امیدگاه برای اونمو وطنداران نازنین ما شوند که در بیرون از کانادا و یا در دیگه جایا منتظر هستند که از فلاکت، مصیبت، تنهایی، بی سرنوشتی نجات پیدا کنن که امیدوار هستم چی باشه سپاس میکنم از توجهتان یک چیزی را که میخوایم که بگیم مختار جان توضیح ندادن با اجازه مختار جان میخوایم توضیح بدم در رابطه با اینکه ما آغاز برنامه را قید کردیم ولی پایان برنامه را قید کردیم که پایان برنامه ساعت 9:30 شب است که دوستا بودش از میلشون که اگر می بودن خوب در این رابطه احتمالاً وقت برای سخنرانی ها مقید شده که چند دقیقه صحبت کنند که امیدوارستون در رابطه دوستا در نظر بگیره ولی بازم چیزی که مهمترین هست است که آقای نظری هم پیشتر اینجا یادآور شدن بخشی از کارها ساخته شده حساسنامه و کارهای دیگه ولی غنامندی دفتر در آینده و پیشبرد کار مستلزم نظریات شما سروران گرامی است که ساخته شده وبسایت ما که هست mghub.com که در اینجا .org اینجا .com آمده خیلیش تو کرد ولی جان جریمه شدی که به این وبسایت فرم مانده شده شما محبت کنین اگر از میل از آن میتونید که به این سایت برید نظریاتتان با ما شریک بسازین چگونه میتونیم امی ارگان با امی اصل که گفتیم که صداقت است به پیش بریم سپاس از توجهتان ممنون اوکی I'd like to thank Mrs. Patrice for coming by today due to her busy schedule we are very thankful to have her today but she has to leave to attend somewhere else. So I'd like to ask her to come on the stage, have some few words with you guys, and then she might leave because she is very busy. Thank you, everyone. Good evening. Thank you. Always a pleasure to come out and support Nasir and his family when they put together these amazing events. Knowing that how passionate he is about being back home and to get the message out and to share and have conversations. So I just want to say congratulations on the Media Hub. It is fantastic. I think this is one of your dreams that you've been trying to work on for some time. And so I just want to congratulate all the journalists and media that are in the house that will come together and tell that story that is untold and is unseen. So thank you again for having me here. Have a great rest of the evening. ای برچه وطنداشلر هم قره ایگیت یاشلر بر برزگه قول بریب خلقه خدمت قلنگلر حرمتلی خالد صاحب دن بر جهان مندار و حاضر که ببولمزگه حرمتلی جناب سفیر صاحب شخصیت گرامی استاد سردار محمد رحمان اغلی صاحب تن استایمز که سخنران قسلن بسم الله الرحمن الرحیم گرچند به من مشکل است که در پیشگاه شخصیت های محترمی که من میشناسیم و بخصوص در رشته ژورنالیسم نام بلند و امکان بلند دارند در حضور اونها سخنرانی در مورد ژورنالیسم و یا کانون رسانه ها و خبرنگاران افغانستان داشته باشند اما به عنوان یک شهروند طبیعتاً از دوستان اجازت خواهم خواست که چند نکته نظر خویش را در این مورد بیان بکنم اولا از گردانندگان این برنامه تشکر میکنم و برایشان موفقیت بزرگ در امر تحقق اهدافشان آرزو دارم
آقای شاداب بگزاده خب از نوجوانی میشناسمش که ژورنالیست خوب بوده، راه ژورنالیست خوب و کلان مملکت آقای غوث الزلمه یا آقای خالد و دوستان و دیگر تعقیب کرده و طبیعی که میبینم امروز سینماگر گفتن که از جمهوری اسلامی ایران خب و سینماگر خوب ما آقای صدیق عابد اینا تشریف دارند، یک محفل فرهنگی است که برای ما هم به عنوان کسی که اینها را دوست داریم، ژورنالیست‌ها را دوست داریم، طبیعتاً بودن در اینجا جای افتخار هست و وکیل صاحبا را بارک زای صاحب را و خانم صدف را که اینجا دیدم خوشیم بیشتر شد. تشکر میکنم. آنگونه که آقای مختار بیان داشتن در تشکر و یا ایجاد هر نهادی یک مسئله در وهله اول بسیار مهم است و همان انگیزه است. من فکر میکنم که انگیزه برای خدمت گذاری، انگیزه برای تنویر و انگیزه برای روشنگری در اینجا وجود داره که دوستا گره هم آمدن تا یک چنین نهادی را در حقیقت در تشکلش و ایجادش سهم بگیرن که مجددن تبریک عرض میکنم. دوم این که برای تحقق این انگیزه اهداف روشن باید طرح شود که من اهداف روشن را هم از صدا و قلم آقای شاداب شنیدیم ما و شما که این هم بسیار خوب، اما برای رسیدن به این اهداف باید چی کار کرد؟ باید تمامی امکانات و تمامی داشته ها را و قول معروف در این راه سفربر باید کرد. بیشتر از همه چیز در حقیقت همون ورک تیمی که اینجا بیشتر سرش اتکا میکنن امور را بسیار رعایت کرد تا اینکه بتوان تجربه ها را به یک دیگر منتقل ساخت. گرچه ما با عبارت های غیر حزبی و غیر سیاسی زیاد موافق نیستم. چرا؟ به خاطر اینکه ژورنالیست‌ها مردمان رسالتمندی هستند، مردمان متعهدی هستند. ما در طول تاریخ حیات سیاسی و اجتماعی خیش در کشور خیش دیدیم که متاسفانه ژورنالیسم پروژه‌ای بود، ژورنالیسم رسالتمند نبود، تعهد نداشت، مردم را از خطر آگاه نمی‌کرد، مردم را برای آینده های روشن تشویق نمی کرد، در حالی که ما شما در کشورهای دیگر می بینیم که ژورنالیسم، کانون رسانه ها و خبرنگاران برای تحکیم قدرت دولتی و قدرت ملیشان کار می کنند، در حالی که ما یک چیزی را در افغانستان متاسفانه شاهدش نبودیم. خب رسانه های بسیار خوبی، رسانه های بسیار نامداری تبارز کردند، اما دیدید که با یک شمال همه ای ما از جا برکنده شدیم و رسانه ای حالا آنگونه که مردم انتظارش دارن باقی نمانده. بنابراین این کانون را زیاد کوشش نکنید که بگویید که حزبی نباشه یا سیاسی نباشه. درست باید حزب سازمان سیاسی افغانستان یا جای دیگر ارتباط نداشته باشه، اما باید رسالتمند باشه، چون که در اینجا هم میگن که خب knowledge is power و در پهلوی از میگن information is power، یعنی اطلاعات خودش قدرت است. در صورتی که اطلاعات وجود نداشته باشه قدرت نداریم، چون در افغانستان ما اطلاعات درست رسالتمندانه و متعهدانه نداشتیم، بنابراین قدرت ما هیچگاهی قوام نگرفت و حالا وضعیتی داره که هر کدام ما از یاداوری از اون میشرمیم. یقینا در قرن 21 کشوری با نام افغانستان با ادعای که 5000 سال تاریخ و سابقه فرهنگی داریم، اما میبینیم که چی میگذره. خانم ها دختران از خانه بیرون شدن نمیتوانند و انسان ها باید حساب بدن که چند سانتی متر رشد گذاشتن و
نماز پیشین و یا نماز عصر را در کجا خواندند. بنابراین خوب است که ژورنالیسم در هر جایی که حضور داشته باشه، در هر جایی که در دنیا امکان فعالیتش وجود داشته باشه، حالا خب شرایط بگونه ای هست که همه چیز به مساوی یک قطعی کبرت است، یک قطعی کبرت است که اما کمونیکشن و یا کنکشنی که میان انسان ها از طریق وسایل اطلاعات جمعی وجود داره در هر جا میتوانه مؤثر باشه. حالا از یک فرقه کرده یک کانون رسانه‌ای افغانستان در کانادا و یا هم آمریکا و یا هم در اروپا با مراتب مؤثرتر است برای روشنگری و برای تنویر اذهان عامه و افکار عامه در افغانستان. گپا به درازا نمیکشم. من خدمت همه دوستان بخصوص مؤسسین این نهاد از آن جمله آقای کردامندی که فکر میکنم در این سهم دارن و دوستان دیگری که زحمت کشیدن، بر هر یکشان تبریک عرض میکنم و تشکر میکنم که لطف کردید چند دقیقه برای ما گذاشتید تا خدمتتان باشیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از جناب سفیر صاحب یک دنیا سپاس. قراره که سفیر صاحب اشاره کردن که این نهاد باید سیاسی باشه و نباشه باید. خب دو مسئله که خیلی عمده هست در قسمت سیاسی بودن و سیاست در افغانستان، متاسفانه ما و شما امروز که همه چیز خود از دست دادیم در افغانستان، آواره و بدبخت و بیچاره شدیم از دست سیاست های تفرقه افغان هستیم. ما بدون شک در قسمت سیاسی بودن این نهاد، درست است که با مسائل سیاسی روز سر کار می داشته باشیم، اما سیاست ما سیاست دور از تفرقه است، سیاست ما سیاست همدلی است، سیاست ما سیاست همدیگر پذیری است، سیاست ما سیاست نگفتن بر قومیت است، سیاست ما سیاست آغوش گرفتن هم دیگر است. این سیاست ماست و ما متعهد هستیم که انشاءالله با همکاری عزیزان، بزرگان و کسانی که در اینجا حضور دارن و کسانی که امروز تشریف ناوردن، ما آغوش کانون رسانه ها برای همه باز است و ما همیشه امیدوار هستیم که از نظریات، پیشنهادات و انتقادات سالم و سازنده تان ما را مستفید بسازیم. البته در قسمت مؤسسین این نهاد انشاءالله در آخر برنامه ما دستندرکاران کانون رسانه ها و ژورنالیستان افغانستان خدمت شما به معرفی میگیریم که تعداد کسایی که دست به دست هم دادن و این کانون ایجاد کردن، انشاءالله که با چهره های از اونا هم آشنا خواهید شد. خیلی خوشبخت هستیم امروز که در مجلس امروزی ما قراره که قبلا هم اشاره کردم تعداد از شخصیت های مهم فرهنگی، رسانه‌ای، سیاسی، قلم به دست حضور دارن و قراره که خالد صاحب گفت اگر نام های همه گیره بگیریم اقتضای وقت زیاد میکنه، بنابراین ما باز هم از حضور تک تک شما صمیمانه سپاسگزار هستم و خوشبختانه در بین دوستایی که امروز تشریف آوردن جناب دکتر صاحب غوث‌الزلمی هم اینجا تشریف دارن که از چهره های مطرح رسانه‌ای افغانستان هستن و من شخصا خودم خیلی برشان احترام دارم و میخواییم که از تجربه خود برای ما کوتاه صحبت بکنن و برای ما اگر
چند کلمه در رابطه به اینکه ما به عنوان یک نهاد و به عنوان یک کانونی که برای ژورنالیست ها و رسانه ها کار میکنیم چی باید بکنیم از نظر ایشان؟ به نام خداوند لوح و قلم، حاضرین گرامی، هم مسلکان نهایت ارجمند، السلام علیکم. بگم کوتاه گپ بزن عموم تجربیات از یک ژورنالیست. ما هر کاری که در راستای ژورنالیسم و ژورنالیست وطن انجام بیفت از طرف هر کس که باشه قدر میکنه. به نیست یک عسکر و فرمان بردار این که عشقم است، علاقیم است. بدون مبالغه بگم شاید 50 و چند سال میشه که از سنف 11 لیسه استقلال اینمی قلمت زدن بریم در روزنامه انیس اصلاح که پسان جمهوریت شد تا به امروز. من میخوام شما را در جریان بعضی گپا قرار بدم که شاید خبر نباشید، اما جالب است که بدانید. اولی که تبریک میگم به کسایی که این نهاد را ساختم، تقریبا معادل اونو و نهاد است که من مدت انتخابی مسئولش بودم، مسئول بگویم یا به حساب تیم دادن رئیس عمومی شورای ژورنالیستان افغانستان که وقت داوطلبانه از هلند رفتم افغانستان، هیچ کس در برابر من همین ژورنالیستای ناظرین خود را نامزد نساختن. من انتخابی مسئول شورای ژورنالیستای افغانستان شدم، نامش اتحادیه بود، او را به شورا تبدیل کردم. پیش از اینکه حکومت سقوط کنه، ویژان بارکزه که آن رئیس هستن اونجا، او وقت معاون ما بودن که ما در او وقت به همت اینمی آقای بارکزه کورسای ژورنالیسم ساختیم، به هزارها نفر فارغ شد و مظهر خدمات شدن. و گفتم آقای بارکزه قسم بوی بوی سقوط مه من رو گفت زلمه آقای دکتر سی بیده با گفت چی فکر میکنی؟ چرا؟ چی خواه دیدیم؟ گفتم ما خواه دیدیم. خواهش نیست که امو ژورنالیست هایی که مطرح هستن و در خطر امار نامایش جدا بان در اینی آدرس ها، چون من حالا مخلوص هم خلاص شدیم روان کو شاید کار شد. آقای بارده توجه نکردن، شاید امیل از اصلاح من رو بشنوان یا من رو ببینن. خلاصه که حکومت سقوط کرد، من تماس گرفتم کابل، هیچ کس نیافت. کسی عادل رئیس شورای ژورنالیستان خود مقرر کرده، ایمیل ساختیم ای گپا. کسی در امریکا به نام صابر ناصری مسئول کلتوری افغان امریکا این کارا را دست گرفت که یکی در ژورنالیست هایی که واقعا آسیب پذیر هستند باید برند. بیشتر بودن کسای آمدن که ژورنالیست نبودن، این که آمدن خوش آمدن، اما به حق از اونا او گد کرد. حالی ما بسیار قصه میکنم در امریکا بودم، کسایی جمع شدن، جنرال ها بودن، ملکی بودن، یا آقای صابر ناصری نماینده افغانستان بود که شما ژورنالیست های مطرح افغانستان ها بر ما معرفی کنید. همراه ما گفت زد، ما همراه آقای بارکزی یک لیست جور کردیم. نوجوانایی بودن که از نام ژورنالیست های ما استفاده کردن، کارت ساختن، ساختگی و رفتن به امریکا. امریکا خبر شد. وقتی که خبر شد، هیچ امیلیست که ما روان کرده بودیم سرش چلیپا کرد. گفت سر شما اونها اعتبار نیست. خب من فکر چی کنیم آقای ناصری؟ امی کسایی که مسئول هستن، این جنرال ها یا دیگاه، اونجا ژورنالیست های ما با خدا در جنجال هستن. یک کار باید برشان کنیم. پرسان کردن کدام ژورنالیست شما درک دارین که معاملگر نباشه، ژورنالیست باشه، دلسوز باشه، این باشه، آن باشه، که ما بگف از او اعتماد کردیم. گفتن بله، یک کسیت برام مقابس زلمه ای امریکایی از زبان آقای ناصری میگم. گفتن که از واتساپ قابس زلمه ای فقط نام، تاریخ تولد، شهرش و تلفن واتساپش برای ما روان بکنه. ما با آقای بارکزای حفیظ یک لیست جور کردیم. هزار نه تنها ژورنالیست،
هنرمندای هفت رشته هنر، قاضی سارنوال. او سارنوال که برنا اعدام خواسته بود او را اول گرفت. او قاضی که امضا کرده بود اعدام مرا 20 سال حبس مرا او را اول گرفت. گریه کردن روز روز انتقام نیست، روز است که باید جان نجات داد که می قصد کنید روز جان بچد. صاحب منصب قوی مسلح، حقوق زن، حقوق مدنی، حقوق بشر، اینی میاد هزار کس که برای کلامش پنج نفر ما سهمیه دادیم، حدود 5000 نفر شد. کل ازی عزیزتری رفت به اوجا، اوجا گفتن که ایره با فلان آدرس روان کنیم که نه پروازا شروع میشه از کابل به این آدرس. در کابل به خاطر برآمده نظیر ممانعت های ایجاد شد. امریکای رو بودم، ناس آقای ناسی بود، من امریکای بگو شما این قدرت رو دارید وقتی که میخواییم امور رو بکشین از بشین. خلاصه که به اصطلاح کلان و معروف با شما امریکا خواه گفت. مسئله اوکراین برآمد، دو دفعی مسئله چپ شد. من اینه میرسته به اروپا، استرالیا، کانادا روان کرد. اول کلش استقبال کرد، پس اون بعد از مسئله اوکراین کلش چپ شد. قریب یک نیم سال پیش با آقای ترودو مستقیم گپ زدیم. آقای ترودو، من مسئول شورای جنوسه سابق افغانستان بودیم. اینی گپ جنجالا بود، گفت که ایره شما در این آدرس روان بکنید. کلش روان کرد. رئیس دفترشان برای ما تلفن کردن که چرا با آقای ترودو شکایت کردیم. ما برای پارلمانت، برای دفتر خودت، برای آقای ترودو روان کردم. اینی ژورنالیست های ما در خطر است. اینی کسای دیگه هم در پهلویش، نه تنها ژورنالیست، هنرمند هفت رشته، قوی مسلح، معلم، این آن کلگی. شما اطلاع نکردید، ما مجبور شدم. ما بازم امر آقای ترودو گپ میزنم. فکر کرد آقای ترودو رفیق شب و روز من است. نفخواست این درست است. من فکرم بازم کسیم گپ میزنم. گفت آقای ترودو گفتن که وزیر مهاجرت تحت نظرشون کار میکنه، آقای وزیر مهاجرت باید با من تلفن بکنه که من ابراز رو گپ بزنم. تا امروز کس تلفن نکرد. اینه به خاطر گفتم که یکان کسی بگه یا رفتن قرار شدن ایچ خوده کردن، من ایچ وقت کار میکردم. حتی چند وقت پیش یک شهر است طرف های شرق نام سر مشکل دارد، اوجا یک ایمیل دادم که کسایی که میخواین اینجا بین امی کسی که کارگر هستن، کارگرهای مثل نلدوان، فلسکار، این اون برای کلی دوستای خود روان کردیم شما تماس بگیریم. تماس گرفتن اگه ما چون اطمینان دادن که ما در فلان تاریخ از شما تماس میگیریم مصاحبه میکنیم، اما کارم نشد. یعنی من آرام نشده بخواه بدن که پای درست که باشیم به من چی؟ ایناله یعنی اینجا است که شما وقتی که بخیر ایره امروز افتتاح کردین و پیش میرین که من گفتم باید منعیز عسکر و فرمان بردار ایرشته به خدمت خود بودم، غم اون جورنالیست هایی که واقعا امروز در خطر هستن. قبول بکنین که بسیار بد حال دارن، حتی از شکاف ها پت هستن، غمشون باید خورده شود. بازم میگم کسایی که به نام جورنالیست آمدن، نام جورنالیست ها را بد کردن، کارت های ساختگی ساختن که حتی وقتی که من خواستم کارت و کارت مارت بیادر کار نیست، کلی ساختگی است. باز وقتی که آمدن گفت نمیزی گفت نیستنیم. ایناله شما اینمی موضوع را دنبال بکنیم که اونمو کسا نه تنها جورنالیست، فرهنگی هایی که در رشته های مختلف کار میکنند واقعا در خطر هستن، غمشان خورده شد. چی کار باید بکنیم؟ ما گفتم که اصلا فیاضه اینجا و چند یعنی نیم قرن پیش فکر کنم نرمه دیگه چند ساله باشه، اما عشق من فقط امور رقمه که ما با هیچ کس تعصب نداریم. ای از کدا فقط برای ما افغان مطرح است که در علمی جغرافیای غمزده افغانستان زندگی دارن. کاش اون روز با وجود بیاد که هیچ کس غمی نداشته باشه که حاجت اینمی جنجالا نشه، اما وقتی که چون است باید تا حد امکان اونا را نجات داد. وقتی که من خبر میشنم فلان خبرنگار در فلان جای زندانی شد، یعنی قبول بکنیم که با هر اون غمی که میشه غم سر ما هست، سر شما هست.
شما کمک خودک مستحکم ساختین و آبودتان با ایجا قوی تر ساختین. ما هم کتان خیر الله گفتن بیاین که واقعا خدمت بره جورنالیست جورنالیزم و فرهنگ افغانستان بکنیم بدون اینکه با هیچ کسی هیچ منبع رقابت منفی داشته باشیم. اگر داریم مثبت موافقت های زیاد بردن میخواییم، کامیاب موافق باشیم. اگر از وقت زیاد گفت زدم معذرت میخواییم، چرا جورنالیزی که 5 ساعت گفت نزنن جورنالیست نیست. السلام علیکم. دلتنگ خاطرم به پود شبانه قسم، دمدمی سحرگاه و خورشید روزانه قسم، که گرفته گلویم را بغض هجران وطن، در نماز صبحگاه چاشت اسیرانه قسم، چون که آورده مرا این روزگار در مبسی به کوچه و جاده های سرگ رانه قسم. شخصیت پژوهشگر، شخصیت گرامی، شخصیت واقعا فدر ژورنالیست های افغانستان هم بگیم برشان کم است. واقعا هر چقدر بشنویم برای ما مثل یک کتاب است. متاسفانه که وقت کم است. تشکری میکنیم در این قسمت مجلس از جناب فرمولی صاحب، شخصیت توانا، شخصیت فرهنگی و رئیس اتحادیه اسبق مهاجرین در کانادا و شخصیت پژوهشگر، خواهش میکنیم که در این قسمت گفتگوهایشان با ما شریک بسازند. به نام پروردگار توانا، حضور گرم شما، حضور امیدوارانی شما و حضور رسالتمندانی شما را امشب در گشایش کانون امیدوار دیگر، کانون خبرنگاران و کانون جوانان رزمنده که بر اثر بدبختی های اخیر و توطئه های سیاسی ناهنگام و پلان شده در یک سکوت همه آواره شدن، من یه تبریک میگم، تهنیت میگم. این سکوت سیاسی هست، این فرار سیاسی هست، این انجمن ها نوعاً تبلور سیاسی داره و اگر بخوایم نخواهیم تعریف از مبارزه سیاسی هست. یه خبرنگاری که با همه بدبختی در افغانستان 20 سال سینه سپر کرد و گاه وزیر به دادگاه کشاند، گاه وکیل به دادگاه کشاند و گاه جنایتکاران و مافیای حرفوی به محاکمه کشاند، این اونمو خبرنگاری بود که امروز مجبور به فرار شده و امروز اینجا پناهنده شده. من مبارکباد میگم به بگزاد عزیزی که صدای رسایش از برنامه ها و از رسانه ها بی‌هراس بی‌باد یخن جنایتکاران را و معاملگران را و مافیای سیاسی را بی‌هراس در کابل گرفته و امروز خوشحال هستم که در رأس این کانون در قطار سایر جوانان ما امروز این افتتاح کانون بر ما امیدوار و مبارک هست. آغاز هر چیز نیکو هست، آسان است. مدت تجربه 38 ساله خود در بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و سیاسی در این شهر شاهد بسا گشایش‌ها بودیم، اما در نیمه راه‌ها یا بالاثر غفلت‌ها یا بالاثر نبود یک دستاورد و یک راهبرد درست در نیمه راه‌ها پاشیدن. امیدوار هستم و چشم امید دارم به این جوانایی که با یک رسالت وعده سپردن که در برای اول بقای هویت سرتاسری افغانستان امی خبرنگار است و برای نجات او خبرنگارایی که امروز در زیر ساطور بیرحمانی امارت طالبی در افغانستان هر روز زن و مرد ما به خطر مواجه است. دیدیم کسایی که دیروز در ننگرهار خانم را مسلسل بست، در ننگرهار بست، در هتل های سرینا بست، امروز اونمو قاتلای افغانستان واکداران امروز افغانستان هستند. خبرنگار بهراس بیشتر از هر کسی دیگر در افغانستان با قلم خود جهاد کرده و با قلم خود مبارزه کرده و شهادت را به جان خریده.
اینا نام‌آور و اینا نامبردار و اینا سرمشق و الگوی مبارزه مردم افغانستان هستند. امروز هر کانونی، هر مشعلی، هر درخشی که به نام نجات و به نام روشنگری و به نام بیداری مردم افغانستان در هر گوشی از دنیا که بلند میشه، برای رهایی یک مژده است و برای آزادی یک مژده است و برای روشنگری یک مژده است. بنابراین ما عرض تبریک میگم و به حیث یک سپهدار، به حیث یک مشاور، همگی عزیزان در قطار ای روشنگران استاده خواهیم بود و از دستمایه های خود و از تجارب خود و از اندوخته ها و انباشته هایی که هست، البته روزگاری که ما 38 سال 40 سال پیش سفر کردیم، اینجا فرق از این نبود که کی خبرنگار است، کی ژورنالیست است و کی خبره است. دست به دست هم فرهنگی، مورخ، جوان، پیر، زن و مرد دادیم که وطن اول از اشغال خلاص شود. ما او وقت ما نه شکل حرفه‌ای مبارزه را، نه ژورنالیست مبارز داشتیم و نه حرفه‌ای داشتیم و نه جوانان خبرنگار اینچنینی داشتیم. سر از پا ناشناخته، اگر کسی مورخ بود، اگر کسی ادیب بود، اگر کسی شاعر بود، همه دست به دست هم دادیم تا در راه مبارزه وطن اول از اشغال روس بدر بیاید. او صحنه دیگر صحنه بود، او مهاجر دیگر مهاجر بود و او مبارزه شکلش، مقاومتش فرق داشت، اما امروز شکل مبارزه ما، شکل مقاومت ما شکل دیگر داره و نفس تازه در راه است، امید تازه در راه است و امیدوار هستم این نفس‌های تازه خبر رهایی را هر چی زودتر و درفش استقامت و مقاومت و مبارزه را در سر تا سر جهان توسط امی کانون‌ها برپا و پرآوازه نگه دارن. تبریک بر شما و ممنون از شما. از جناب محترم فرمولیس جهان سپاس. در این قسمت از برنامه از محترمه عابده بلوچ خواهشمند هستیم تا تشریف بیارن و پیام انجمن زنان افغانستان خدمت شما به خوانش بگیرید. به نام آن که برتر کرد انسان، برایش عقل داد و نور ایمان، که با عقلش شناست نیک و بد را، با ایمانش ظفر یابد به شیطان. منظومه بسم الله الرحمن الرحیم بود از دکتر لالزاد بلوچ. خدمت کارمندان محترم رسانه ها و خبرنگاران افغانستان، با عرض حرمت خدمت تک تک شما ژورنالیستان باید به عرض برسانم که خیلی آرزو داشتم در محفلتان اشتراک نمایم، اما نسبت یک مصروفیت نتانستم حضور به هم برسانم و ما هم به نوبه خود و به نمایندگی از انجمن زنای افغان رسانه ها، نخست از همه تاسیس کانون رسانه ها و خبرنگاران افغانستان را در این گوشه دنیا تبریک گفتم. موفقیت های بیشتری برای همه آرزو می‌کنم. از خواهر گرامی ما جهان سپاس و در این قسمت مجلس از جناب محترم و یکی از موفق‌ترین سینماگرای مردم افغانستان و شاعر نویسنده از جناب صدیق عابد خواهش میکنیم در این قسمت اندوخته های خیش را با ما شریک بسازند. شخصیت های فرهنگی و اجتماعی ژورنالیستان عزیز، همه دوستا خواهر و برادرایی که امروز در اینجا حضور دارند، سلام و درود خدمت همه شما. ما از قبل بچر یا نبودم، حالا ما را صدا کردن، بازم تشکر میکنم. ایجاد انجمن خبرنگارا را و به فال نیک میگیریم و انسجام یافته یک جای البته در این مسئله برخورد میکنم. من فکر میکنم که مفیدتر و سودمندتر
به خدمت مردم ما هستند و مفید تموم می شوند. سپاس هرچی که از دست ما در آینده و ساخته شود بیایه، ما در خدمتشان در کنار تانستم عزیزای من، دوستای عزیزم، و ایره ما استقبال میکنیم و تا اندازه که از دست من پوره باشه حمایت میکنیم. تشکر، وقت شما را زیاد نمیگیرم، سلامت. از جناب آبدی صاحب سپاسگزاری میکنم که خیلی باد در نظر داشت وقت کوتاه صحبت کردن، و باید یاد آورشم که ایشان از مؤسسین انجمن توران در تورنتو هم هستن. دوستای عزیز، خوشبختانه در محفل امروز ما دکتر صاحب لعلزاد بلوچ تشریف دارن. ایشان کسی هستن که سالهای زیاده با از طریق تلفن خبری ما را در جریان رویدادهای روز قرار میتن و آدم فوق‌العاده تحصیل کرده شاعر و نویسنده هستن. از ایشان تقاضا میکنم که تشریف بیارن و سخنان خود خدمت شما عزیزان ارائه کنند. سلام عرض میکنم خدمت دوستان فرهیخته و فرهنگی. خب آقای زلمه از 50 سال صحبت کردن، ما میخواییم که رکاد از اینا رو بشکنانیم و ما 52.5 سال بدون وقفه پشت میکروفون رادیو بودیم. 2.5-3 سال در بخش برنامه محلی رادیو افغانستان، 4 ماه کم 30 سال در آل اندیا رادیو، و 20 سال پوره یا 20 سال یک دو ماه از تورنتو. اول در شکل تلفن خبری را داشت در تورنتو، حالا شکل رادیو است که 6 چینل نشراتی داره. و البته در پالوی ازی که در هند بودیم در کارهای رسانه مطبوعاتی مدیر مسئول ماهنامه بنیاد فرهنگ و تمدن افغانستان برای 3-4 سال بودیم که قبلا همراه آقای کوزاد صاحب و ترکمنی صاحب و وادا صاحب و اینا کار میکردیم، بعد ما در راست قرار گرفتیم. خب از اینکه کمی گوشه‌گیری میکنیم، پشت پرده هستیم، کمی گمنام شاید مانده باشیم، ولی دوستایی که شنونده ما هستن ما را میشناسن. و به سبب تجربه کاری خود یک چیزی بگیم خدمتتان که در حال اندیا رادیو بودیم، میگن که مردم یا نطاق یا ژورنالیست بگیم خبرنگار باید آنست باشه همراه شنونده خود. یک دفعه از دوی رادیو در خبرهای فرمایشی انگلیسی حال اندیا رادیو به طور زنده گفته شد که بباشن که فلانی همکار ما خانم که باید امرای من می بود رفته شهر هنوز نرسیده، که این گفت بعدن بعض اعتراضات و کنشار نشان داد که چرا باید بطور زنده ای تو یک چیزی انانس شود. یا یک دفعه دیگه قرار بود که برنامه فرمایشی تیر شود و انانس داد که حالا یه هنگ بشنوین، کسان اعلان کرد که بباشن می خواستیم یه هنگ نشکنیم برتان، ولی رکاد از دست ما افتاد و شکست. ای طور یک روز دیگه یک خانم از برنامه گجراتی مصروف خیلی کار بود، می رفتیم البته خوب گپ می زدیم، بعد رو دیدیم مصروف است، گفتم چی گپ است؟ گفت ما قرار است که با یک سانجدان هندی مصاحبه کنیم، ما یک هفته است که کتاب ها رو جمع می کنیم می خوانیم که مصاحبه کنیم. ایجا میگن برو بیادر امر فلانی مصاحبه کن، نه مطالعه داره نه می فهم. ما یوتیوبر های وانستر می بینیم که یک کس نام زمان داره ثابت می گیره می که است، خود باره یک چیزی که میری گپ می زنی امر کس مصاحبه می کنی، خواهد کم مطالعه کنی. خب از اونجایی که وظیفه جورنالیست و خبرنگار انتقال اطلاعات است، ما یک امیر انتقال از ترته چند دو بیتی البته از اوزای وطن است، یک گپ اضافی نیست یا موضوع دیگه نیست، خدمتان تقدیم میکنیم که امید از طرف توجه قرار بگیره. جنبه خبری دارم نمایش. گفتیم دو دکتر، دو شاطر، دو دزد کلان، زباهر ریاست ببستند میان، که سبقت بجویان ز یک دیگری، زدن لاف و گفتن چنین و چنان، گهی کیری و روز هم پمپیو، شتافتن که آشتی دهن خاینان.
به یک روز دو حاکم بخوردن قسم و جمهوریت شد تمسخر قیان. جدال و نفاق چون که از حد گذشت وطن شد به مفت تغمه طالبان. مفتر هر نظامی تازه شد گفتن که این چون پار نیست، چون که می گویند طالب دیو آدم خوار نیست. لیک بر گفتارشان باور مکن ای هموطن، هر دو پای همچویشان دان که اهل کار نیست. باز گفتیم ایمان سست طالبان بر روی زن گردد سراب، کاری نکرد از بحر زن بر رویش اندازد نقاب. از بحر پیشرفت وطن درمانده گشت و ناتوان، اما برای بانوان با زور می خواهد حجاب. نادیده گیرد عالمان دانشوران و آگهان، در فکر خود یک عالم است با خواندن یک پنج کتاب. پرسند اگر فردا از او کارد چی بود بحر رفاق، از این که او ویرانگر است هرگز نخواهد داشت جواب. گوی نمانده مشکلی جز ریش مرد و روی زن، دین راحت روح و روان این دین طالب صد آزاد. برکن زویخ شیرازه یک ارتش و یک او هم یک نظام، با جال خود خوب شوره شد این طالب خانه خراب. و گفتیم به هیاهو شد که این طالب آمد، به نیروهای ارتش غالب آمد. فرار فرد و جمع آغاز گردید، رئیس بگرفت دوان سرباز گردید. نه حاکم ماند نه قاضی ملک بی سر، مگر طالب دوانید هر طرف خر. زبیمش بین مردم شور و غوغا، هجوم بردند گروهی یا که تنها. یکی شد سوی میدان با عیالش، دیگر هم سوی مرز با آل و مالش. یکی بربال تیاره با پرواز، که شد نقش زمین از بخت ناساز. نفسهای زنان در سینه ها بند، که از که آزاد بودند یک روزه که چند. بروی دختران مکتب ببستند، تصاحب ریشه ها از هر که هستند. همان ضرب المثل کرد سیست بر جا، گیر زما او واقعی دمولا. چه خوب کرد طالب هم مکتب می رفت، از اوضاع جهان آگاه می گشت. که حالا قرن 21 نه یک است، نه عصر مدرسه سوی خدک است. خوب یک دوباره یه دیگه مانده. کشور بی بیرق و قانون ساز، مردمش ناراض در سوز و گداز. حاکمش با دین و فرهنگ عجیب، نی به منطق نی دلیل است بندباز. خوبی درباره زندگی ما در کانادا است. تا به کانادا رسیدیم زندگی پر زرق شد، چوب سوخت هم نداشتیم ایزوم ما برق شد. چرخ گردون بین که با ما بازی وارونه کرد، شد زن و فرزند غربی تبله ما شرق شد. فغلد افغانی ما غرور زما شانده، ما تا کینه ما رای از کینه لایق نیم جانان. در این قسمت تشکری بسیار زیاد، شعر گفتم تشکری از یادم رفت از جناب بلیسک، از شعرهای بسیار دلچسب و واقعا یک واقعیت های جامعه هستن. از در این قسمت مجلس از جناب زیای مظهری خواهش میکنیم به نمایندگی از مرکز خدمات اجتماعی افغانستان ارائه سخن نمایید. درنو و معزز و دوستان و سلام علیکم. گرچه ما از نو آمادگی ندارده چه دلت زبر ازم و زبر خبر کوم، زی غافل گیره کردم و ماتی ویلی چه ریشه دلت تاس خبر اوکی. او دا هم دیر سنزمن کارده چه دی جورنالستان و پومنس که سو خبر اوکی. زکا دا اهل سخن سره باید با ما انداز بانه خبر وشی کوم چې د هغوی د شان سره مناسب ده. زه د نورو دوستانو په شان خبرې نه کوم، ځکه زما بخش اول خدا چې زه چې ګورم دلته ژورنالستان زمونږ چې تشریف لري. په کاناډا کې زه ډېر ژورنالستان پېژنم چې ډېر وتلي ژورنالستان دي، د افغانستان نه دلته راغلي او تشریف لري. مګم په دې محفل کې زه یو نه ګورم، مثلا د هغې جوله بلال احمد سروری د افغانستان ډیر تکړه ژورنالیست دی، ما په دې محفل کې ونه لیدم. دلته په مختلفو بخشونو باندې خبرې وشولې،
خو متاسفانه چې زه د بعض سره موافق نه یم. د هغې جملې نه د ژورنالیستانو په سیاسي اړخ باندې زیات بحث وشو. ژورنالیست باید آزاد اوسي. ژورنالیست باید په چا پورې وابسته نه اوسي، ځکه هغه وخت یو ژورنالیست کولی شي چې واقعیتونه بیان کړي چې هغه پکې خپله دیدګاه شامله نه کړي. که چیرې د ژورنالیست خپله دیدګاه شامله کړله نو بیا هغه ژورنالیست نه دی، د طرف خاوند دی. خو متاسفانه په افغانستان کې دا رواج په همدغه شکل سره و چې د ورځې نه چې دا ژورنالیزم را پیدا شوی، قوت پیدا کړی دی، دا ژورنالیزم په یو چا پورې وابسته و. دا ژورنالیزم یا په دوستم پورې وابسته و، دا ژورنالیزم یا په عطا پورې وابسته و، دا ژورنالیزم یا په حکمتیار پورې وابسته و، دا ژورنالیزم یا په سیاف پورې وابسته و. نو هماغه و چې ژورنالیزم ګندګي راپورته کړله. راشي چې آزاد ژورنالیست اوسو، چې موږ وکولی شو د جامع واقعیتونه بیان کړو. که چیرته موږ خپل ازادي حفظ کړله، موږ کولی شو چې خپل هویت ثابت کړو، بخصوص په داسې یو جامع کې چې موږ هغلته اوسیږو. هغه د کاناډا جامع ده. په کاناډا هم یو ملتي کلچریز ملت دی، او دلته ډېر خلک په مختلفو ژبو باندې خبرې کوي. او نو مګر د ژورنالیزم بودن تر محقق تر څارنواله فرق کوي. څارنوال کیږئ مه، تاسې راشئ ژورنالیست شئ. اول خو زه په دغه ژورنالیستانو باندې چې نن ورځ دغلته تشریف لري یو انتقاد دا لرم چې دغه سټیج تاسې د ژورنالیزم په اصولو باندې برابر دی. دلته که د افغانستان ژورنالیزم تاسې یادوئ چې موږ د افغانستان ژورنالیزم، د افغانستان بیرغ شته دلته؟ ولې نشته دی؟ که موږ ځان افغان ګڼو، که موږ ځان د افغانستان ګڼو، خو راشي دغلته بیرغ د افغانستان پای ځای تاسې ودرولی وای چې موږ د افغانستان ژورنالیستان یو. او موږ واقعا اوس په دغه جامعه که ډېر ته زموږ اساس درست نه شي، زموږ اساس په دغه اصولو باندې چې نن ولاړ دی په همدغه شکل د ما پیدا کړي، دا ورای کې شما میرین به ترکستان میره. زه تاسې نه ډېره بخښنه غواړم چې زه لږ ذره جدیتر وغږېدلم، خو دا واقعیتونه دي، تاسې باید ومنئ. په دې جامعه کې موږ دلته پښتانه لرو، موږ ازبک لرو، موږ ترکمن لرو، موږ هزاره لرو، موږ تاجک لرو، موږ په هرې ژبې باندې دلته دغه لرو. او زه به هغه وخت خوشحاله وای چې د هرې ژبې یو ژورنالیست دغلته پاڅېدلی وای، په هغه ژبه باندې خبرې کړي. زه یو انجینیر په ژورنالیزم نه پوهېږم. زما دوه جامعه دوه مسایل په څلور زما کار دی. خو ډېر دا چې خالد صاحب ما ته دا موقع راکړله چې زه راشم دلته خبرې کوم، بخښنه غواړم که زه به لږ جدي شوی یم. ډېره مننه د محترم مصری صاحب څخه. یوه جهان مننه کوم چې ډېره ښه خبرې وکړې. دوستای عزیز، قسمی که جناب مصری صاحب اشاره کردن، انتقادایشان روی دیدگان ما، مسئله دعوت از ژورنالیست ها، ما تا حد توان از تمامی عزیزانی که خود ما میدانستیم، کسایی که شناخت داشتیم امرایشان، ما از تمامی ژورنالیست ها دعوت کردیم. اما ای که چه تعداد به دعوت ما لبیک گفتن و تشریف آوردن و چه تعداد تشریف ناوردن، چون روز کاری است، نسبت مسئولیت های کاری شاید که اونا نتونستن تشریف بیارن، اما ما از تمامی عزیزان خواهش کردیم، دعوتنامه برشان جداگانه به نامشان فرستادیم. اما ای که تشریف ناوردن، خب شاید مسائل کاری هم بوده باشه. و از شما سیمانه سپاسگزار هستم که تشریف آوردین، قدردانی کردین. و یک مسئله دیگر هم باید یادآور شوم که مسئله بیرق گفتن، حالا در این سر بیرق بسیار جنگ است. اگه یک بیرق بانی باز اونجا عکسای تا میگیرن میگی فلانی است، باز یک بیرق دیگر بانی باز میگن اون رقم است، باز یک تعداد دیگه است که هردوش قبول نداره، یک تعدادش است که یکش قبول داره، بازی رو که یکش قبول داره و دیگهش قبول نداره. یک گدوادیست خدا راستی که آدم ایران میمونه چی کار کنه. خب اما بهتر است که تیر خدا بیاریم. بیرق افغانستان بیرق سیرنگ است، بیرق وطن ماست. ما بیرق افغانستان افتخار میکنیم. اما یک
از ما امروز اینجا صحوه صورت گرفته و بیرق نیست، این را باید بانن و ما من افر شمایی فهم که کی از جریمش میکنم. خب از جناب دکتر صاحب لرزات و دکتر صاحب غزلمز دورانای کاری خود در رسانه ها صحبت کردن، من یک خاطره را برتان میگم از دورانی که ما به رادیو افغانستان کار میکردم. سالای 2001 بود یا 2002، یک 20 چند سال پیش، ما اعلانات فوتی ساعت 7:30 صبح میخواندم. یک همکار بسیار نازنین داشتم که دکتر صاحب احمدزایی که فعلا به لندن تشریف دارن، میرویس احمدزایی کنا خبر مرکزی را میخواندن و همراه ما صدکی همکار بودن. ما تصادف اعلانات فوتی در رادیو افغانستان لایف بود، هم دیگر هم صبح هر دوش لایف بود و بعض اوقات ثبت میشد و نشر میشد. خب نوبت ما بود، پرودیوسر یک سه دانه ورق آورد برای من اشاره کرد که گفت بعد از این ایره بخوان. ما گفتم صحیح میخوانم. امی خواندم تا یک جای مرور کردم، همکارم تمام کرد نوبتشان. ما یک صفحه از امی اعلانات فوتی را تانستم که مرور کنم، صفحه دیگه شم مرور کردن نتانستم. در جمع نام ها یک نام خیلی غیر معمول بود، چون ما همیشه با نام آشنایی داشتیم و نام ها را میخوندیم و یک نام خیلی غیر معمول بود و ما هم از غور خطایی نامی آدم بود، آجی بول. ما جناب ایشان را گفتم آجی باول و این نشر شد. ما در رادیو افغانستان یک اداره داشتیم به نام اداره ارزیابی. وقتی که به اداره نطاقا کار میکردی، باز اداره ارزیابی هر مشکلی که بود اشتباه لفظی میکردی، فردا تا را احضار میکرد که حالا وارخو نیست که یوتوبرا آمدن و قاری صاحب خود معرفی که و بازایم تو گپا نه، او رقم نبود. ما واقعا اونجا تحت کنترل بودیم، همه چیز از زیر دید اداره ارزیابی میگذشت. و ما را خواستن، گفت بیاین که یک نفر شما را خواسته. ما که رفتم که یک بزرگوار با یک لنگی خیلی کلان شیشته بود، میگفت نطاق را تو بخواه. ما گفتم که اینم هستم صاحب. گفت که تو با کدام جرات ما عمر را چی گرفتی؟ گفتم صاحب ما خو نام تو چندان نام نیست، حالا یک آدم یک نام صحیح میمانه. خب نامت هم ماندی، درست است. من آشنایی نداشتم با نامت، من خیلی مزد نمیگه تو در رادیو مزد بخوای. فکر کردی رادیو خانه خاله ایم است. خب رادیو از خود اصول داره، قوانین داره، برنامه داره. من که نمیتونم در رادیو بیم به خاطر یک نفر یک مزد خواهی کنم. بر صورت از این رقم خاطرات خیلی زیاد است در جریان خبر. ما خبر میخواندیم، یک همکار نازنین ما که فعلا به ونکوور است، اونا گست هاوز ها کست هاوز خوانده بودن که خیلی چی شده بود. خب از این مسائل پیش میاد در جریان برنامه های لایف. البته زیاد پرحرفی نمی کنم، در این قسمت از خانم سیمین بارکزی عضو پیشین پارلمان افغانستان خواهش می کنم که تشریف بیارم و سخنرانی کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه عزیزان و بزرگواران. من سیمین آخر وقت ناما بزرگوارار بگیرم. خوشحال هستم در این جمع دوستانه و پر از مهر در خدمت شما هستم. دقیقه برای من فرصت دادم و تبریک میگم تأسیس کانون خبرنگاران افغانستانه. امیدوارم که اینجا ما بتونیم همه ما با هم، تنها خبرنگاران عزیز نه که در این عرصه دارن زحمت میکشن، هر کدوم ما به نوعی که توان داریم بتونیم قطره کوچکی برای مشکلات خبرنگارانی که در افغانستان هستن قدمی بگذاریم. من خیلی خوشحال هستم. خب زیاد وقت شما رو نمیگیرم، باز هم تشکری میکنم و البته نگفته نماند که کسی که خبرنگاری انتخاب میکنه همون جسارت و جرأت از این داره که بتونه بیان خوبی داشته باشه برای گفتن مشکلات و نترس بودن. و جسارت خبرنگارا باعث میشه که حقیقت هایی که در سالهای گذشته در افغانستان بود، ما دیدیم که بهترین خبرنگارا بیان کردن با وجودی که مشکلات زیادی
برای از اونها خلق میشد. و من افتخار از این دارم که از خانواده رسانه بودم و تونستم با همو جسارت و جرأتی که داشتم به خانه ملت دو دفعه راه پیدا کنم و صدای مردم خوب باشم. گرچه امروز من مثل شما مهاجر شدم، شاید همین کانون جایگاهی باشه که بتونم صدای زنان مظلوم افغانستان بلند کنم و بتونم برای مشکل از اونا کوچکترین قدمی بردارم. تشکر از همه شما. از وکیل صاحب محترم، همکار گرامی ما، قسمی که میگن از دان شیر حق باید گرفت. واقعا خانم برگزه یکی از خانمای فعال، توانا و حقشه با مبارزاتی که انجام داد در تاریخ افغانستان به بسیار شهامت و کند مو دوری که خدمت کردن حقشان گرفتن و جایگاهش خود رسیدن و امروز خیلی روزگار سخت سر همه افغانای ما اومده و بخصوص زنای افغانستان در یک وضعیت کاملا استثنایی قرار داره. شاید یگانه کشوری باشه که افغانستان زنان یک جامعه کاملا محو شده یا حذف شده، در زندان‌های خانگی به سر می‌برند. تشکری می‌کنیم از اراده سخن خواهر گرامی ما و در قسمت برنامه از جناب محترم استاد تمیم صدیقی خواهش می‌کنیم که سخنان گوهربارشان مجلس ما را. تشکر از شما دوستان عزیزم. کسایی که در آخر گپ می‌زنه یک کمک خسته کن نشه برتان، از خاطر مبسیار کوتاه صحبت میکنم. تبریک میگم به اعضای شورای اجرایی کانون رسانه ها و خبرنگار های افغانستان که در تورنتو تأسیس شد. چیزی که من امروز دیدم و خوشحال شدم این است که تنوع لسانه ها را من میبینم. نام خدا خوب به ازبکی صحبت میکنند، ما امروز پشتو داشتیم، فارسی داریم، تمام لسانه و چون که در کانادا هم هستیم امیر تکمیل میکنیم. اگه اجازهتان باشه چند کلمه به انگلیسی صحبت میکنم. I would like to congratulate the Media Hub for the inauguration of such an important organization. And I wish them successes and prosperity in this very important journey. This is a necessity at this crucial time. At this time that the voice of Afghans are silenced, 40 million people are taken hostage by the Taliban. So journalism and media is the only source that can raise that voice. I heard from some of my colleagues in this room that we cannot be political. How is that possible not to raise those voices? Women and girls are deprived of their basic rights, such as acquiring an education or going to workplace. There are some individuals and countries who want to justify the Taliban are not terrorists. I do not know how they define terrorism. And how come Taliban do not fall under this definition? Taliban is a terrorist group. Taliban, Al-Qaeda, and ISIS, they're all the same, same mindset, same mentality. They're against humanity and civilization. Their mindset is, Taliban's mindset, mentality is gender apartheid, ethnic cleansing, gender genocide, barbarism, fanatism, and terrorism. Since mid-90s, they killed hundreds of thousands of innocent Afghans. And they justified it under the Sharia law. They're holding Holy Quran in one hand, with the other hand they commit such atrocities, such crimes that mankind can ever witness. I salute those women in Kabul who take the risk of their life. They go to streets and raise their voice. They demand very limited freedom, very limited basic freedom that they can have, going to school, going to workplace. And they put in prisons, they get tortured, they are the real heroes of Afghanistan. Their names will always be in world's history as symbols of freedom.
and we need to raise those voices. They're silenced. We have to become their voice. And this is the only source we have. This is a very crucial, and once again, I'm going to repeat myself, it is a necessity for Afghanistan. Tashakkur, thank you very much. As جوان خیلی پرتلاش متعهد و کسی که در افغانستان در مقابل طالبا صدای خود بلند کرد و چه زیبا صدای خود بلند کرد، از ستوده فروتن به نمایندگی از نسل جوان افغانستان خواهش میکرد. پیش زمانی که سن زیادی هم نداشتم، 11 یا 12 ساله بیشتر نبودم، وقتی که برای اولین بار پله های تلویزیون نگین اقیاس هرات بالا شدم و تمام بدنم از خوشی بسیار زیاد میلرزید، گور گرفته بود بدنم. وارد دفتر مدیریت شدم و بی‌صبرانه منتظر بودم تا چه زمان مدیریت میآید و مرا برای اولین بار میبینه. در تمام اون مدت لذت شوق هستی که من قرار اتاق ضبط ببینم، این مایی که لمس بکنم و سیستم ساوند ببینم قرار هست یکی باشه از من فیلم بگیره، اصلا من آرام و قرار نمیداد. بخاطر هیجان زیاد هی پایم تکان میدادم و بی اندازه هیجان داشتم که بالاخره زمانش میرسه، بالاخره قرار هست رویای کودکی من با واقعیت بپیوند، اگرچه اون زمان هم کودک بودم. بالاخره صدای کفشار شنیدم، یکی آرام داخل شد، دروازه را باز کرد و دیدم یک آقای بسیار محترم با چهره نورانی وارد شدن و سلام علیکم کردن، گفتن که شما خانم سوسوده هستن؟ گفتم بله. با آمدن جلال روی مشیشتن، گفتن خب معلوم شد که بسیار زیاد هیجان دارم، بسیار زیاد هیجان دارم، بی صبرانه منتظرم که چی وقت میرسه که من این برنامه را ضبط کنم، چون قرار بود برنامه ای باشه برای دادخواهی برای زنان و من شعر در برنامه بخوانم. خب گفتن که خب اون رقمی که شنیدم قرار هست شما با ما همکاری بکنیم، و گفتم بله قرار هست ما با شما همکاری بکنم، قرار هست با هم دیگه همکار باشیم انشالله. گفتن میریم، ولی میدونی که قرار هست چی مسئولیت سنگینی روی دوش تو باشه، قرار هست خب از این بابت من اینجا باشم و با عنوان یک مجری کودک اینجا فعالیت بکنم. گفتن نه، امروز که تو به عنوان یک ژورنالیست، به عنوان یک خبرنگار وارد این دفتر شدی، قرار هست یک مسئولیت بسیار سنگینی روی شانه‌های تو گذاشته باشه. تو تنها ستوده نیستی و تنها متعلق به خودت و خانواده دیگه نیستی. تو متعلق به خانواده رسانه‌ای افغانستان و متعلق به تمام افغانستانی. امروز تنها صدای تو نیست. در صدای تو صدای هزاران دختر افغان است که خاموش شده. و وظیفه تو ایست که جانت را در کف دستت بگیری و برای صدای از اینا مبارزه بکنی. در این راه خطر هست، مشکل هست، بارها ناامید میشی، بارها و بارها شکست میخوری، بارها تحقیر میشی. آیا آمادش هستی؟ راستش را بخواین در اون لحظه من دفتن نگفتم آماده هستم، نه، از شوقم کم شد و گفته این مایرتی هم میگه به ذوقم خورد. چند لحظه فکر کردم، گفتم آیا من آمادش هستم که قدر خطر به جان بخرم، که با جان خودم بازی بکنم؟ و یک صدای گفت که اگر من امروز برنخیزم، اگر تو برنخیزی، پس کی برنخیزه؟ در اون روز من با قدرت بلند شدم و گفتم بله، من کاملا آماده هستم، اگر اتاق ضبط آماده است که بریم ضبط بکنه. راستش بهترین برنامه من هیچ وقت نبود، به عنوان اولین برنامه هیچ وقت خوب نبود. زمانی که مایک رو گرفتم از شوق بسیار زیاد تمام بدنم می‌لرزید و من اون برنامه رو فکر کنم بیش از دو بار ضبط کردم و بعدها تمام برنامه های دیگه زنده اجرا شد. امروز با یکی از استادم صحبت میکردم سر همین موضوعی که استادم بسیار به فرهنگ خاورمیانه علاقه داره و در حال یاد گرفتن فارسی است که من بسیار افتخار میکنم. امروز که صحبت میکردن در موردش برام گفتن که
در مورد یک از مبارزین ایران صحبت میکنیم و بعد من در مورد قصه زنان افغانستان گفتم و زنان که در زندان هستن. استادم گفت که خب برای چی؟ با جان خودتان بازی میکنن؟ یک دست شما نیست. بالاخره دیگه امریکا هر کار میکنه، دولت رفت، دولت سقوط کرد، برای چی مبارزه میکنن؟ من یک قصه یادم آمد. برای چه قصه رو باز میکنم؟ گفتم مسئولیت سر شانه های ماست. درسته که ما از وطن رفتیم، ولی وطن از ما نرفت. ما در محفل قبلی که برگزار شده بود در قنجاله روی آقای خالد استاد شدم و تمام عزیزانی که در اونجا حضور داشتن گفتم هموطن، هر جایی کره زمین که هستیم، در هر نقشی که داریم فرق نمیکنه. حتی اگر یک شاگرد ساده هستیم مثل امروز که ما هستم، مثل اگر یک خبرنگار هستیم، اگر یک سیاستمدار هستیم، فقط کافی است که دست به دست همدیگه بدیم و یک قدم جلو بیاییم. مثل که امروز جلو بودیم، ما واقعا امروز با غرور و افتخار میگم فروتنی رو دیگه کنار گذاشتیم، با غرور و افتخار میگم که من افتخار میکنم به این که من یک افغان هستم که از سرزمین خاورمیانه آمدم اینجا و این رقم برای حق میجنگم و بسیار زیاد افتخار میکنم که در جمع شما عزیزان هستم، هرچند که کوچک همگی شما عزیزان هستم. ممنون، سپاسگزار از توجه همگی شما. شب خوبی داشته باشید. شعر خدمت شما به خوانش میگیرم. امیدوار هستم که صدای دلخراش ما گوشای شما را نوازش نکنه. سر خدا آورده چیزی که از دیگه، چیزی که داده دیگه از دکاسه هم بره. من نه تاجکم، نه پشتون، نی هزاره، نیز ترکم. من نی تاجکم، نی پشتون، نی هزاره، نیز ترکم، نیز ازبک، نی بلوچم، نیز ایماق سترگم. من به مذهب نیز سنی، نیز شیعه، نیز سیکم. من به مذهب نیز سنی، نیز شیعه، نیز سیکم. نی درنگم، نی دروغم، نی فسادم، نی شریکم. نی شمالی، نی جنوبی، نیز غربم، نیز شرقم. نیز کوی فتنه پیشان، نی پی تشویق فرقم. نی به فکر جنگ لفظم، نی به فکر تهمت و شر. نی زراندوزم، نی نوکر، نی کلاه فتنه بر سر. خطم افغانستان است، خاک آن از من سراسر. ما همه افغان و افغان، سر به سر با هم برابر. رود و دریایت خروشان، کهسارت با جلالند. فصلهایت بی نظیر و مردمانت با کمالند. پاک بادا خطه من از کف شر و شرارت، پاک بادا خطه من از کف شر و شرارت. مرده بادا هر که بردست صلح میهن را بغارت. خاک بادا بر دو چشم کونه دارد تاب دیدن، خاک بادا بر دو چشم کونه دارد تاب دیدن. دست مایان را چو زنجیر متحد با هم پریدن. مرگ بر خصمت همیشه شاد، زیب درد و ماتم. دور بادا از وجود نازد تکه های راکت و بم. سبز بادا نام تو بر جسم و جانم. سبز بادا نام تو بر جسم و جانم. زنده بادا
کشورم افغانستان. یک احساس عجیب بر انسان دست می‌دهد وقت نام افغانستان گرفته میشه. متاسفانه ما همون ما از لحاظ وطن غریب هستیم. ما به کانادا آمدیم، از امکانات خوب زندگی برخوردار هستیم، داریم، نفس میکشیم، اما از قلب خالی هستیم. ما زرق و برق بیرونی داریم، اما از درون همه ما تکه و پارچه هستیم و متاسفانه وطن ما هم در بدر و خاک بسر است. امیدوار هستم روز برسه که ما همه ما در کنار هم در وطن عزیز ما افغانستان با هم بشینیم و در رابطه با آینده افغانستان، در رابطه با ژورنالیسم، ژورنالیست و زنهای قهرمان افغانستان صحبت بکنیم. خب از حضور همه شما یک بار دیگر سپاسگزاری میکنم و در این قسمت برنامه از محترم حاجی صاحب پیکار پامیر، نویسنده، شاعر و پژوهشگر خواهش میکنم که جمع‌بندی محفل امروز خدمت شما و قرائت بگیرند. با تقدیم درودهای گرم، آقای خالد معمولا کوشش میکنه و مختار عزیز هم میشه و همونطور کرد که برای ما چانس در اخیر بتن که حتما عالم خستگی هم میباشه، ولی پناه به خدا به خاطر که یک لبخند بزنیم اول کمی خستگی رفشه و یک فکوی کوتاه میگم برتون. گفت زمانی که از پار دریا مهاجرین آمدن داخل افغانستان شدن در مناطق شمال افغانستان، چون دیگه حرفه و کاری نداشتن، یکی از امی عکه ها دیگه که از امی طرف آمده دید چی کنم، خشت پخته را گرفت، میده کرد، پودر ساخت، ایره در یک پیاده را به شیشت بسر یک دسمال انداخت. گفت اون مردم بیاید دوای مرگ موش بخره. خب در خانه ها دیگه موش هست، هر کدام که تیر شد فکر گفت آقای بسیار دوای خوب است. خب چقدر یک پولی بود دولاپی ها و امدولک های یک مقدار فروخت. یک آدم باشجاق خرید و رفت در خانه خودی را پاش داد، دید که موش ها مستانه تر از دیگر روز جولان میکنن. ای امی باقی ماندی از این پودر گرفته آمد در جان از یادم، گفت که اگر تو چی میکنی؟ پول برام گرفتی؟ من بازی داری؟ گفت چرا؟ اگر گفت تو خب این کار نداد، موش هیچ نمود، هنوز مستانه تر هم شدن. گفت این اگر تو خب نمیفهمی. گفت من برای گفتم که این پودر موش بگی از گردنش، باز پودر در دهنش بنداز، تو که نکردی کار. گفت خب وقتی که موش من بگرم دایی خلچون از این پیسه بودم. گفت اکم تو را میشه، تو را میشه، دوش پناه نداره. به هر صورت دوستای عزیز، به قول یکی از شاعرای سرزمین ما که گفت با هر دلی که شاد شد شاد میشه. امشب باز هم در تندوی بزرگ شاهد یک نهاد، یعنی تشکیل و یا تاسیس یک نهاد تازه نفس هستیم و جای داره که ما هم به سهم خود این قانون جدید و همه دستاندرکاران و مؤسسین و همکارانشان صمیمانه تبریک عرض بکنم. همونطوری که فرمولی سیب هم فرمودن، تشکیل، تاسیس و ایجاد یک نهاد طوری که تجارب ما مردم در اینجا ثابت کرده تقریبا آسان‌تر است، اما تداومش و عمرش و کارکردهاش و مسئولیتش دشوار. ولی ما امیدوار هستیم که این قانون همونطوری که با افتخار امشب افتتاح میشه با افتخار برای خود ادامه بده و همونطوری که وعده های امشب سپرده شده و این وعده ها وفا صورت بگیره. کار جنبندی همیشه آسان نیست، بسیار دشوار است. از یک طرف که باید نقاط مهم یک کنفرانس یا یک محفل یادداشت دقیقانه گرفته شود، سخنهایی که از طرف سخنبرا ارائه میشد باید نقاط جالب و مهمشان بگیریم تا در آینده از او استفاده صورت بگیریم. در اینجا مشاهد یک سری صحبت‌های مفید از دوستا و عزیزا بودم. مثلا جناب آقولو در اینجا که حضور دارن در صحبت خودشون گفتن که
قانون نباید از سیاسی بودن بترسن یا از حزبی بودن. تا حد این حرف درست است، چون سیاسی بودن گناه نیست. هر انسان ما باید سیاسی باشیم و هستیم. هر کس میگه که من سیاست نمی کنم یا سیاسی نیستم، در حقیقت اشتباه می کنم. سر تا پای وطن ما سیاسی شدم، این درست است. اما حزبی بودن بخش دیگه است که یک تعداد حزبی هست، یک تعداد نیست. این استقلال هر کسی داره، مخصوصا در بحبوحی چند دهه اخیر وطن ما که احزابی که به صحنه آمدن چندان خوشنام نبودن و نیستن. ولی سیاسی بودن قانون، من خودم شخصا هم رأی مثبت دارم برش، بخاطر اینکه ژورنالیست یک عنصر سیاسی است در قدم اول، یادمون باشه. یک ژورنالیست وقتی سیاسی نباشه، تاریخ نفهمد، جامعه شناسی نفهمد، در واقع غنی نمی باشه در کار خودش و موفق هم نمی باشه. خب بعدن سری بعضی نقاط ما تماس میگیرم. آقای خالد در صحبتشان در عین زمانی که در تأسیس و ایجاد این قانون سهم فعال داره یقینا، گفتن که ما آرزو داریم صادقانه کار کنیم در چارچوب این قانون. این گفت بسیار خوب است که اگر صداقت در کار نباشه، پیروزی هرگز وجود نخواهد داشت و نامنیک هم وجود نخواهد داشت. ما یک گپ دیگر هم زیاد میکنم در کنار حرفشان که صداقت و هدفمندی، این بسیار مهم است. هدفمند به طرف هدف رفتن توأم با صداقت، گپ خوب است. جوان پرکار ما آقای مختار، البته ما یک بار دیگر وظیفه خود میدانم که از بگزاد عزیز، جوان خوشنام، جوان با افتخار که من همیشه دوستش دارم، واقعا صحبتایش در تلویزیون وطن ما میشنیدم و همیشه تحسین کردیم با جرأتش و کارش و مبارزش، و اینو ما خوش آمدید میگم. بعد از مدتای طولانی دیدمشان امشب و موفق باشن، براتون تبریک میگم که در این قانون شما سهم فعال دارید. مختار عزیز یک چیزی بسیار مهمه یاد کرد در صحبت خودش، گفت که ژورنالیسم بین افغانستان و کانادا متفاوت است. بله، این هم ما میخواهیم عرض کنم که ژورنالیسمی که در افغانستان است زیاد نوین نخواهد بود. اگر هست در این شب و روز باید باشه، اما تا جایی که ما به خاطر دارم و با مطبوعات وطنم یک عمر گذشتوندیم، زیاد علمی و نوین نبوده، تکراری بوده و تقریبا پس مانده بوده و مطابق شرایط قانون سرزمین ما کار صورت گرفته. اما چون ژورنالیسم علم است و علم مبدل شده، بنابراین ابعاد مختلف خود دارد و مقتضیات مختلف خود دارد. خب بازم چند نکته دیگر در قسمت صحبت دوستان عرض می کنم، بعدش باز در این مورد من یک تذکر خود داشتم. جناب دکتر غوث زلمی که از جمله فعالین جهان ژورنالیسم در وطن ما بوده، خوشبختانه من خوشحال شدم که وعده داد به این قانون امشب که ما باعث یک سرباز در اینجا همکار خواهد و امیدوار هستیم که هر کدام ما این وعده را بتیم تا زمانی که قانون برای درست و صراط المستقیم و مفید و صادقانه مدری گفته شده در حرکت است، ما سربازا باشیم و بمی درمی را و بمی اصحاب ما کار خودم مبارزه خودم در قبال مادر وطن انجام بدیم. در غیر از اون خانه نشینی که برای ما نه درست است نه مفید، بلکه ما را عاطل و باطل می سازند. و نقطه دیگر که جناب غوث‌زلمی گفتن که ژورنالیست هایی که آمدن از افغانستان تا اینجا با ژورنالیست اکثرا نیستن. من یک نقطه دیگر از یاد می کنم به اجازه تان، این که آیا به نام ژورنالیست آمده یک ژورنالیست واقعی بوده یا نبوده، باشه به جای خودش، این را می داند قانون کانادا، ایره انصاف، به انصافی و به عدالتی و امثال هم. اما سوال اینجاست که چه تعداد از ژورنالیست های ما واقعا ژورنالیست هستند؟ این سوال بسیار مهم است، چون ژورنالیسم یک نوع ما که میبینم در پرده ابهام قرار گرفته. بسیار کسا هموطنهای عزیز ما تعریف روشن ندارن از ژورنالیسم، فکر میکنن هر کس که نطاق بود ژورنالیست است، هر کس که مثلا خبرنگاری کرد ژورنالیست است،
ولی اونطور نیست. هر کدام از این یک بخشی از ژورنالیسم است. شعبات مختلف داره و بخش‌های مختلف داره که یک ژورنالیست موفق و فعال باید وسعت کار و نظر و علمش داشته باشه. به اون صورت موفق خود بود. در اینجا یک مثال اکمال خدمتتان میتوب که نصیرالله بابر دشمن درجه یک ملت افغانستان یک کنفرانس مطبوعاتی داشته در اسلام آباد و از طالبان در دوره اولشون بسیار تعریف کرده که یک رژیم اسلامی پیور آوردن و بسیار خوب است و نازنین و سازی قبل گفا. یکی از ژورنالیست‌های پاکستانی دست خود بلند میکنه، میگه آقای بابر من یک سوال دارم. میگه بگو. میخیزد میگه خب اگر رژیم طالبان اینقدر جنتی و خوب و نازنین هست پس چرا نمیخواین در پاکستان هم چون این رژیم بیاید؟ نصیرالله بابر صدا میکنه که بشین دجا. صدا میگه واقعا ناراحت میشه و با همکار خود میگه که امی آقا رو باز به دفتر ما بیاره. وقتی رو به دفترش میبرن میگه تو کی هستی؟ میگه ما فلانی جون. چه کار هستی؟ ژورنالیست. تو همون ژورنالیستی که تو سوال کردی؟ میگه بله. میگه تو ژورنالیست نیستی. به نظر من تو هیچ لیاقت و شایستگی نداری. بیچاره خاموش بود. میگه چرا؟ میگه یک ژورنالیست باید سیاسی هم باشه. باید سیاست بفهمه. تو سیاست کشور تو نمیفهمی. تو آمدی در یک جمع کلام میگی که طالبان را چرا با پاکستان؟ تو دیگه تو نمیفهمی؟ یک اساسیت نداری؟ اساس نیستی که ما طالبان را صرف برای افغانستان ساختیم؟ بله. یک دیگه تو باید نمیفهمید با عنوان ژورنالیست. وقتی که نمیفهمی تو شایستگی ژورنالیسم با کارش نداری. ببین چه باریکی داره این مسائل. به هر حال فرمولی صاحب هم لطف کردن آغاز این کار گفتن که آسان است ولی انجام میشه. با قول حضرت حافظ که عشق آسان نمود اول بعدها مشکل ها مفته و به هر صورت امیدواریم که چنین نشه. دکتر صاحب لحظات بلوچ هم یک تذکر خوب داد. باریکی های گویندگی را در ژورنالیسم یادآوری کرد. گفت که در آل ایندیا رادیو بودن یا هر جایی که بودن یعنی بخش رادیو را کار میکردن در اینجا چی خبت یا خطا یا اشتباه صورت میگیره از طرف هوست یا کسی که پشت مایک است و همش قابل حساب است. یعنی ما نباید ژورنالیسم بسیار ساده بینگاریم، ساده حساب کنیم و بگویم خب یک وظیفه بسیار مهم و با ارزش است چون هم یک علم است و هم در تمام ابعاد جامعه این نقش خود داره و او دلیل ابعادش ما باید بشناسیم و رعایت کنیم و یک ژورنالیست موفق همیشه چنین میباشد. جناب مظهری گفتن و با برخی از این سخنا و صحبتهایی که شد موافق نیست و حقام دارن. چرا بازم نقطه بسیار جالب یاد کرد، گفت یک ژورنالیست مستقل، آزاد و غیر وابسته باشه. این همه جمله صفات اوصاف یک ژورنالیست واقعی است. ژورنالیستی که وابسته به یک جناح، سازمان، حزب یا یک قوم خاص و محیط خاص باشه در کار خودش هیچ وقت موفق نخواهد. لذا با سر بلند، با آزادی تمام، با حساب به خودش، اتکا به خود، با دانش خودش، با عنوان یک مبارز روشنگر در جامعه خودش باید ارزندام کنه و کار کنه. که دو چیز در اینجا، یکی وابستگی سیاسی است، یکی سیاسی بودن است، یکی وابستگی سیاسی. ما باید دور تفاوت شود بدانیم. ما میتونیم سیاسی باشه، هر ژورنالیست میتونه سیاسی باشه و باید باشه، ولی موضوع وابستگی بسیار مهم است. با کجا وابسته است؟ یک ژورنالیست نباید وابستگی داشته باشه، اما طوری که گفتیم مستقل باشه. در اون صورت سرافراز است. مختار عزیز باز یاد کرد در صحبت اخیرش که گفت ما روی بیرق هم مشکل داریم و میخواهیم از طریق کانون چهره و ماهیت اصلی و علمی ژورنالیسم به نمایش بگذاریم. این گفت بسیار با ارزش است. در مورد بیرق دوستای عزیز در یکی از کنفرانس ها یک نماینده جبهه متحد آمده بود، یک سه بیرق در اونجا بود، بیرق کانادا، سه رنگ افغانستان و یک بیرق دوگاه. از نماینده همونجا آقای نظری بود فکر میکنم، سوال کردم که آقای نظری خودت به عنوان نماینده جبهه آمدی، سوال ما را جواب بده لطفا. اینی بیرق از کاناداست میشناسه، اینی هم بیرق سیرنگ ملی ماست،
حداقل از 100 سال به این طرف شناخته شده است. و این پارلمان های وقت تعیین کرده و فیصله کرده و همه ما ارمت داریم زیرمی بیرق ما نفس کشیدیم، عسکری کردیم، میکردیم. ولی این بیرق دیگه چی است؟ خب جواب درست نداشت، گفت بیرق جبهه است. این باشه، من تا آل موافق نیستم چون قانع نیستم، ولی جبهه خو میتونه زیرمی سایه همین بیرق سیرنگ همیشه یه افغانستان برسی خود باید خالب خود دشمن همین بیرق بوده، پاکستان خود دشمن همین بیرق بوده، پس ما چرا موافق با طالب و با پاکستانی ها باشیم؟ خب باز دوستای عزیز، من چند نکته را که از طرف خود میخوایم خدمت شما عرض بکنم بیست که تجارب طولانی همکاری های من با مطبوعات وطن به جای خودش باشه، ولی من در می کانادا درس خواندم، ژورنالیسم نوین خواندم، در می سر سفید خودم. چرا این کار کردم؟ چون امشب شب ژورنالیسم است، در می صحبت ها مطرح است، من به اون خاطر عرض می کنم. من نمی خواهیم که رکارد بشترون رو بیاد کردیم، اما هر کدام ما تجارب خود داریم، کار کردیم، جای افتخار است. من ژورنالیسم علمی و نوین در کانادا خواندم و بسیار چیزا را آموخت. از اون جمله مثلا یک ژورنالیست باید دیپلماسی بفهمه، یک ژورنالیست باید بی‌طرف باشه، تحلیلگر باشه، سیاست بفهمه، تاریخ بفهمه، زبان بفهمه و در واقع اطلاعاتی که جمع میکنه. اشتباه نشه که ما یک وقت با یکی از هموطنهای ما که متوفا سال تلفنی صحبت داشت، گپ شد، گفت برادر، گفت من درون خانه های همه خبر دارم، ولی گفتم که چیز رد داریم درون خانه های مردم، وی ما خب یک ژورنالیست هستم. برش فورا گفتم که اشتباه کردی آقای فلان، اشتباه کردی، یک ژورنالیست رد نداره که درون خانه های مردم، این جاسوسی است، این خبرچی نیست. یعنی یک ژورنالیست خبرچی نمیشه، اطلاعات تقدیم میکنه با جامعه خودش، اطلاعات موثق جمع میکنه، تحلیل میکنه، بررسی میکنه، سقیش بیرون میده، تایید شده شه، امانت دارانه در جامعه تقدیم میکنه. اون ژورنالیست است که میتونه، وقتی ما میگیم اطلاعات، اطلاعات به معنای چغلی نیست، به معنای جاسوسی نیست، این اطلاعات علمی است که جامعه انسانی به این ضرورت داره، از علم، از تربیه، از دانش، از معارف، از پیشرفت های جهان، از جنگ ها، از سایر مسائل جهان و از خود جامعه. یک ژورنالیست همیشه فعال یا مایشا می باشد، معلومات سبقه تهیه می کنه و او را امانتدارانه تقدیم می کنه. با او دلیل من آرزومند هستم که هموطنهای عزیز ما ژورنالیسم با ابعاد مختلفش، با شعبات مختلفش بشناسند. یعنی تنها اگر من تنها نطاق هستم، من نبا ژورنالیست بباید، نطاقی یک گوشه از این هست. نویسنده باید باشه، یک ژورنالیست آگاهی باید داشته باشه، شهامت باید داشته باشه، در این زمان مطالعات همیشگی باید داشته باشه، سر زبان موفق باشه، در زبان وارد باشه که درست بگویم. همین گویندگی خودش بسیار با ارزش است، که پستادی نیست. با هر صورت من امشب این افتتاح قانون فالنیک میگیرم و امیدوار هستیم که در جامعه ما شکوفایی های بیشتر در این قسم قسمت به وجود بیاید و برای همه دوستان سلامتی، صحت و موفقیت برای همه عزیزایی که دست به کار هستند آرزو می کنم. تشکر. جهان سپاس جناب پیکرس، تشکر از صحبت های همگی عزیزا. واقعا به حساب بایستی بسیار خوبی کردیم پیکرس، ممنون. برای یک چیز خدمت شما عرض کنیم که در کل سیاسی همه که هستیم، ولی در بعض موارد مخالف سیاسی که باعث مصیبت و بدبختی شود مخالف از او هستیم، ولی در حاصل از روزی که ما سر بالا کردیم، صنف 12 مرتب خلاص کردم در 1356 در قندوز، اون از همون تاریخ دینیم خون رنگ با سیاست عجین شده و تا که بمیریم میمونه. اما اگر سیاست در مسیر درست آدم استفاده کنه، شاید به جای خوب برسه. و من میخوام که با مجلس امشب سیاسی شود،
و بعض دوستان خوش باشن، بعض دوستان ناراحت باشن. من جناب مذهبی صاحب تشکر میکنم. وقتی فراموش میشه به این معنی نیست که راه ما به ترکستان است. ما ترکستان زیاد دوست داریم، ولی بعضی با اشتباهات جوانان عزیز اگر با این شکل جواب بدیم و جوانان ما کمک آزاده خاطر میشه، هر کدام از این زمین ها زیاد تهمت کشیدن، یک اشتباهی بود که کردن و محتاجان هم توضیح دادن. اما واضح ما در بعض آخر میخواییم بگویم که اجازه میدید؟ پیکار صاحب بزرگوار گفتن که هیچ وقت ندید، ما ازشان سوال دارم من حیث یک استاد، اونا میدانند معرخ هستند افغانستان از سال 1992 در ملل متحد کدام بیرق؟ این هم یار بیرق مقامت است، ما با اون بیرق خود افتخار. اجازه میدید؟ ما روی امی اصل امین زاکت ها ما نمیخواستم که مسایی ها و نمیخواهیم که مجلس هم در پایان به شکل دیگه پیش بره و صریحا همه توازی میگم جناب وزیری سه بینمی خاطر هیچ بیرق غیر ما در هیچ محفل ما بوده دست نکردیم، برای اینکه نمیخواهیم این امین زاکت ها با وجود بیایی که تو این بیرق قبول دارم این بیرق قبول دارم، در تمام مجالس که ما دمید دونیم سال که گذشته گرفتیم هیچ بیرق وجود نداشته و شما روید کانادا ما این اگه با میگین هرچی میگین یه طرف ما بوده دائمی جوان های نازنین هیچ کدام از اینا در اینجا قصور نداشته. برحال در پایان من مجبور استم که سپاسگزاری کنم از سمی جان هاشمی، جوان بسیار نازنین که برنامه امشب حمایت کردن، ولی جان شهابی نازنینه که صادقانه بدون توقع بدون چشم داشت همیش در خدمت جامعه خود بوده، امید از ظرف یک ساعت همی پوستر و اینا رو نشر کردن که دوست دارم به افتخار این نازنین ما که مثل یک برادر همیش در پالی ما بوده در نازنین سلامت باشیم. و نازنین شاپور جان کجاست؟ شاپور جانم تشکری میکنم ازشان، واقعا بانکویتال ویکتوریان گاردن یک بانکویتال است ولی یک گذشتی بسیار سه سال پیش بود که ما مرکز داشتیم و شما خانه فرهنگی افغانا در تورنتو که متاسفانه از اسم رفت، یعنی بانکویتال تورنکلف بود، ولی از امشب با اجازه آقای سید داوود و مسعود جان اشمت ما این خانه را به نام خانه فرهنگی افغانها مسما بسازیم. کارهای بسیار زیادی را در پیش رو داریم. جناب آقای سید قوز ظلمه، جناب فرمولی سید برنامه بسیار جالب دارن که شروع میشه، احتمالا در همینجا شروع شده که در کوچه‌های کابل که دوست داریم که ما برگشت کنیم و پیش از 1357 در اونجا ما صفایی داشتیم، عشق بود، محبت بود، کاکگی بود، عیاری بود، راستی بود، صفا بود، همه چیز حکومت میکرد، یک شبه همه چیز از اسم مارد. ولی اگر ما برگشت میکنیم به اون روزها حداقل قلبهای ما دوباره پاک میشه، کینه و کدرت کمی از بین میره. جناب لازاس شما استاد میشین، جناب آجسف غوز درمه شما درق استاد میشین. جوانان نازنین، شما به احترام این دو بزرگواری که هر کدام از اینا بیشتر از 50 سال کار کردن تشریف بینید یک لازم از ما 53 بشه. نه بود اینو 55 بشه. از نمشتاری رو بگیم از ما 56. یک چیزی را که در این وقتا زیاد شده مسئله نو کنه واسه در تورنتو زیاد شده. ما خوشحال هستیم که با تمام هموطنان خود به یک شمیل گریم. شما عزیزانی که تازه است این 5 سال دست شما اینا و پاس داد شوید و احترام این دو بزرگوار و دوگه دوستای ما که در بخش شون رسانه است و افتخار از اینا کم بزنیم. حالا خانواده را رسانه ای را بکنیم. نام خود نام خود سنای مرجما برای ملا شد این به خاطر گفتم که یک ادای احترام ببینید از نسل نو و نسل دیروز و یک احترام از دیروز به امروز عینمیست که میگیم که یک پل است که امشب ما همین پل پس دوباره وصل ساختیم که امیدوار هستیم در تورنتو همگی بعد از این در اینمی پل قرار بگیریم. ممنون شما، تشکر. شب با شما خوش. حالا خانواده رسانه ای رو بکنیم. نام خود نام خود.
سنای ما شما برملا شد. برملا شد. این به خاطر گفتم که یک ادای احترام ببینید از نسل نو و نسل دیروز و یک احترام از دیروز به امروز. عینمیست که میگیم که یک پولیس که امشب ما امی پول پس دوباره وصل ساختیم که امیدوار هستیم در تورنتو همگی بعد از این در اینوی پول قرار بگیم. ممنون شما. تشکر. شب با شما خوش. آقای صاحب چطور برنامه؟ ماشاءالله واقعا که به موجودیت جوانا آدم با انرژی تر میشه و تشکری خاص میکنم در این باره جا داره که از آقای سمی هاشمی تشکری کنیم که این برنامه را اسپانسر کردن با سرویز عالی ویکتوریان گاردن بانکت هال در است که خود آماشا جان قرار دارن و چی خوشا که همه بزرگوارایی که در تورنتو اقامت دارن آمدن سهم گرفتن و ژورنالیست ها و جوان های مساعدی که صحبت کردن خود شما شاهد بودید و ما هم به نمایندگی انجمن ورزشی افغان های مقیم مونتریال کانادا این موفقیت که نخستین است براتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که در برنامه های بعدی هم همکار و حاضر باشیم در مجالس و در همکاری با شما. بازم تشکر از امایدگران برنامه آقای سمیجان آشمی و خود احمد چاجان از بانکویت هال ویکتورین گاردن که زمینش ساز شدن تا این برنامه شب اجرا شود. خوب است که دقایق پایانی برنامه را با هنرنمایی هنرمند محبوب ما که امشب در پرویز هنرنمایی میکنن همکاری هم کردن که ساوند سیستم برای ما اونا آماده ساختن که ممنونشون. از رامین شریف تقاضا میکنیم که بیایه و چپ پارچه آهنگ شاد و خوبی که خودش دوست داره بخونه. رامین شریف و رامین شریف یک چیزی وعده کردم شب چی گفتیم؟ در گوشم گفتیم دوست از این که نسل جان خالد خوب بفهمین یکی از قدیمی ترین و موفق ترین تلویزیون رادیو یک وقت تلویزیون هایش نبود شما رادیو داشتین و همه اگه بیامدن و هر کانسرت که میشد اگر اینا اعلانش را نمیکرد یک نفر هم در کانسرتش نمیفتن و حال یک تلویزیون نو بخیر باز کردن جور کردن در پالی تلویزیون نوی شو و در پالی از او بخیر یک برنامه موسیقی ما امرایشم بخیر جور کردیم انشاءالله در زودی ها بخیر برنامه ما شروع میشه البته در میوزیک تایم. شما با هم رامین شریف Ravot bo mame nele no, mae do la pereshoni. Ravot bo mame.
من نمیدانم علم خود تو میدانی. من نمیدانم